دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. رضا نظربگی هستم از کانال یوتیوب پویوت آکادمی. یه پروژه فتوشاپی رو میخوایم با هم از صفر تا صد انجام بدیم. در این ویدیو یک استایل تکس سه‌بعدی آب نباتی مانند که استایل کارمون هستش میخوایم این رو از صفر تا صد با هم داشته باشیم. فقط ازتون درخواست میکنم قبل از اینکه با هم کار رو جلو ببریم، لطفاً ویدیو رو جلو نزنید، مراحل مختلف رو با من جلو بیایید، یه مقدار صبر و حوصله داشته باشید که بتونیم به طور کامل از صفر تا صد این کار رو انجام بدیم و مشکلی به وجود نیاد، ابهامی براتون شکل نگیره. وقتتون رو هم نمیگیرم، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. خب دوستان عزیزم، اجازه بدین اول یه سند جدید به وجود بیاریم، بریم سراغ فایل نیو و یک سند جدید با اندازه 1920x1080 با رزولوشن 72 و البته کالر مود RGB به وجود بیاریم. دکمه create رو میزنم. سندم که به وجود اومد، میخوام اولین کاری که انجام میدم یک تکست در اون به وجود بیارم. خب ابزار تکست رو انتخاب میکنیم، یه جا در صفحه کلیک میکنیم، بعدش میتونیم البته این سایز رو اول کوچیک کنم ببینم کارم رو، اینو بیاریم اینجا بنویسم پویوت. شما تکس خودتون رو میتونید داشته باشید، هر واژه‌ای که دوست داشتید، و روش دابل کلیک میکنم، یه مقدارم سایزش رو بزرگتر میکنم به این حالت، خیلی البته بزرگ شد، یه مقدار کوچیکترش کنیم، اندازش در این حدود باشه خوبه. خب من روش کلیک میکنم روی لایه‌اش، بعد ابزار موو تول رو انتخاب میکنم و اینو میارم دقیقاً وسط قرار بگیره، به این شکل که میبینید تقریبا وسط کارمون قرارش میدیم. خب حالا بریم سراغ انجام کارهایی که باید شکل بگیره. اولین کاری که میخوام بکنم اینه که یک گریدینت به کارم بدم، بنابراین دابل کلیک میکنم روی پویوت و یک گریدینت به وجود میارم. با این طرح و رنگم خوبه، همین رو میتونیم حفظ کنیم، میتونیم هر رنگم که خودتون خواستیم بهش بدین، فرق نمیکنه. مثلا از رنگ های پرپل این مورد رو انتخاب کردم، هر مورد دیگه هم که خودتون مد نظرتون رو انتخاب کنید. بهتر گریدینت دو رنگ باشه، یعنی از یه رنگ طیف رنگی به طیف رنگی دیگه برسید. این مورد مثلا چندین رنگ داره، اگر دقت کرده باشید فایده ای نداره برای ما. رنگی مثل این رو انتخاب میکنم، روی دکمه اوکی کلیک میکنم که چنین کاری رو برای من انجام بده. حالا میام یه نمونه از همین کار رو هم با زدن دکمه های کنترل جی، به شرط اینکه در بخش لایرز لایه‌مون رو انتخاب کرده باشیم، لایه تکسمون رو انتخاب کرده باشیم، یه کنترل جی روی کیبورد میزنیم، یه کپی ازش میگیریم. حالا من میخوام این لایه پایینی رو به عنوان سایه کار انتخاب کنم. اول انتخابش میکنم، بعد میام افکتش رو هم میبندم، خاموشش میکنم فعلا موقتا. بعد اگر از موو تول استفاده کنم و بیام پایین‌تر، میبینید کار رو دارم به عنوان سایه این بخش زیری میبینم. البته خب شما میتونید یه مقدار سایزش رو هم کوچیک‌تر کنید. دکمه کنترل و تی رو اگر روی کیبوردم بزنم، فری ترانسفورم به نمایش در میاد. دکمه شیفت رو نگه میدارم، یه مقدار سایز کار رو کوچیک‌تر میکنم و میارم یه همچین شرایطی قرارش میدم، بهتر متوجه کار بشیم. دکمه اینتر رو میزنیم در نهایت، ولی اجازه بدین من یه بار دیگه دکمه کنترل تی رو بزنم، سایزش رو باز تغییر بدیم، اینو بیاریم این ورتر، با یه همچین استایلی کار کنیم. میخوام بعد بهتری داشته باشم داخل کار، یه مقدار کار رو میتونیم با کلیت های جهت نمای روی کیبورد هم بهتر تنظیم کنیم، یه همچین استایلی برای ما به وجود بیاره و بعدن میتونیم کارمون رو بهتر ارائه بدیم. دکمه اینتر رو میزنم روی کیبوردم و بریم سراغ رنگ کردن. دوباره افکت رو فعالش میکنم، بعد حتما این کار رو انجام بدیم که بتونیم بریم دوباره سراغ لایر استایل و باهاش کار کنیم. دابل کلیک روی پویوت، گزینه لایر استایل برای ما باز میشه، منوی لایر استایل رو میتونیم داشته باشیم. اینجا گریدینت رو خاموش میکنم، به جاش کالر اوورلی میزنم، یه رنگ تیره تر انتخاب میکنیم. این رنگ به نظرم خوبه، این قسمت پایین کار رو هم میتونیم باهاش ببینیم، اگه یه مقدار تیره ترم بشه بهترم خواهد شد، نمیخوام دیگه خیلی تیره بشه به سمت سیاهی بره، یه رنگ تیره بادمجونی مانند میتونیم به این کارمون بدیم. بستگی به رنگ های خودتون داره، رنگ سایه خب مطمئنا باید از رنگ بیس کارتون تیره تر باشه. روی دکمه اوکی کلیک میکنم، اینجا هم اوکی رو میزنم،
و میخوایم حالا این بعد رو به وجود بیاریم. میبینید جدا شدن این سایه جلوه قشنگی به کارمون نمیده. ما باید بیایم اول اجازه بدین دوتا مورد رو من انتخاب کنم، دکمه کنترل رو نگه میدارم، روی مورد بالاییم کلیک میکنم، با موف تول این دوتا رو یه مقدار جابجا میکنم و دکمه کنترل نگه داری دوستان عزیزم که هر دوتا رو بتونیم با هم جابجا کنیم، بیاریمش یه مقدار بالاتر قرار بدیم. این کار رو اینجا خوبه، نمیخوام خیلی به سمت پایین باشه. و حالا انتخاب میکنیم لایه پایین تر رو که با عنوان سایه بود، بیایم رایت کلیک کنیم و گزینه رسترایز لایر استایل رو روش کلیک میکنم که تبدیل بشه به یک لایه عمومی، یه جورایی رسترایز میشه و حالا میتونیم یک سری تغییرات رو روی این کار به وجود بیاریم. اجازه بدین زوم کنم. من میخوام این قسمت ها، این لبه ها رو به هم بچسبونم که یه بعد به کارم بده، حالت سایه معمولی نباشه. با ابزاری مثل پالیگان میتونم بیام این کار رو انجام بدم. پالیگان رو انتخاب میکنم، یه مقدار بیشتر بزنیم زوم کنیم که کار رو بهتر ببینیم. با پالیگان شروع میکنیم به انتخاب کردن این بخش، اینو میچسبونم به گوشه‌ای که تکسم داره، موارد دیگر رو هم حالا هر جور باشه فرقی نمیکنه و اینجا رو انتخاب میکنم. خب برای اینکه حذفش کنم میتونم بیام، اجازه بدین رایت کلیک کنم و گزینه فیل رو اینجا انتخابش کنم، بعد بیام کانتنت رو بذارم روی کالر، یه بار دیگه من کالر رو انتخاب میکنم که من کالر پیکر رو نشون بده. بیایم و از خود ابزار کالر پیکر استفاده کنیم، بیایم این رنگ رو انتخاب کنیم، دقیقا همون رنگ رو به ما بده. دکمه اوکی رو میزنم، اینجا هم اوکی رو میزنم، این قسمت رو برای من سلکت میکنه با همون رنگ، میبینید یه فیل به من میده، با همون رنگ میتونم اینجا بعد به وجود بیارم. یه مقدار بیایم جلوتر. خب این مواردی که گوشه ندارن دیگه نیازی نیست که انجام چین کاری رو داشته باشیم، بریم سراغ همچین کاری، ولی مواردی که گوشه داره، لبه داره، خب باید براشون بعد به وجود بیاریم. دوباره این قسمت رو پایین کلیک میکنم، میچسبونمش به اینجا، اینجا هم خیلی مهم نیست. دکمه دیلیت رو میتونم بزنم اگر رنگ بنفش داده باشم. بهتر اینه که رایت کلیک کنیم، گزینه فیل رو انتخاب کنیم و کانتنت کالر، دکمه اوکی رو بزنم، چون از قبل رنگ رو انتخاب کردیم دیگه نیازی به انتخاب مجدد رنگمونم نیست. بیایم بالاش رو نگاه کنیم، این قسمت رو هم میتونم این کار رو انجام بدم. میبینید دوستان عزیز، من اومدم، اجازه بدید این رو اسکیپ بزنم، حذفش کنم. من دارم روی لایه سایه‌ای که به وجود اومده دارم این تغییرات رو میدم. روی لایه بالایی نباشیم، روی لایه پایینی تکستمون باشیم که رسترایزش کرده بودیم. دوباره میام اینجا رو هم به این شکل متصل میکنم و رایت کلیک، گزینه فیل، اوکی، این مورد رو هم درست میکنیم. اینجا هم همینطور، این فقط کافیه بچسبونیمش به این بالا به این شکل. دوباره فیل و این رو هم درست کردیم. خب این او که نقاط گوشه ای نداره، این مورد رو هم درست کنیم، دوباره فیل، دکمه اوکی رو میزنم، انتخاب میشه، این قسمت رو هم همین کار رو بکنیم. یه مقدار باید وقت بذارید همه موارد رو درست کنید. این پایین رو هم همینطور، یه مقدار با دقت اگه این کار رو انجام بدید بهتر کارتون به نمایش در میاد. فیل رو بزنم، روی دکمه اوکی کلیک میکنم تا این رنگ رو هم داشته باشیم. دکمه کنترل دی رو بزنم، نایه سلکت شده از بین میره. تمام قسمت ها رو داریم. دابل کلیک روی هند تول کل کار رو ما نشون میده و میبینید سایه ما تبدیل به بعد شد دیگه، تبدیل به یک سایه معمولی نشده. حالا من میتونم قسمت های مختلف رو بیام و روشون کار کنم. اجازه بدید دوباره دابل کلیک کنم، یه مقدار رنگ سایه‌مون رو کمتر کنیم. کالر اوورلی رو میتونم بزنم و رنگ رو کمترش کنم به این شکل، یه همچین حالتی رو به وجود بیارم، یه مقدار روشن‌تر باشه، کافیه. دکمه اوکی رو میزنم. خب حالا برای ایجاد یه بعد بهتر اجازه بدیم ما بیایم و یه لایه بالای این گزینه سایه‌مون به وجود بیاریم. دکمه Create New Layer رو که این پایین هستش، آیکونش اینجا هستش، رو روش کلیک میکنم، یه لایه بالای پویات برای من به وجود بیاره. اگه نبود جای دیگه قرار گرفت درگ کنید بیاریم بندازینش دقیقا روی لایه سایه‌تون که این پایین میبینید، یعنی دقیقا این قسمت که میبینید بالای لایه سایه‌مون اینو قرارش میدیم. حالا
میام رایت کلیک میکنم گزینه جدید و این لایه جدید که به وجود آوردم و دکمه کرییت کلیپینگ ماسک رو میزنم که روی سایه برای من قرار بگیره. از این بعد تغییرات رو در لایه جدید میخوایم اعمال کنیم. اجازه بدین یه مقدار زوم کنم برم جلوتر کار رو ببینیم. باز هم از ابزار پالیگانمون میتونیم استفاده کنیم، بیاریم و قسمت‌های مختلف رو انتخاب کنیم. از بالا شروع میکنم، بیایم اینجا یک خط به وجود بیاریم، این گوشه‌هایی که اینجا هستن رو انتخاب کنیم، بعد بریم سراغ ابزار براش، رنگ فورگراندمون مشکی باشه و شروع کنیم به کار کردن. اینجا یه چند تا کلیک کنم من میتونم یه رنگ جدید داشته باشم، اما اگه رنگ برای من شکل نمیگیره دلیلش اینه که لایه پایینیم که پویو تستش اون سایه، چون افکت بهش داده بودم دیگه هیچ تغییراتی با کلیپینگ ماسک نمیتونم داشته باشم. بنابراین رایت کلیک میکنم دوباره اینجا و گزینه راسترایز لایر رو میزنم به حالت عمومی که تبدیل شد. حالا دوباره میرم دوستان عزیز لایه بالایی رو انتخاب میکنم، اون لایه که قرار سایه‌مون رو باهاش ایجاد کنیم. لایه پویوت رو انتخاب نمیکنم، اون لایه تکستم رو. لایه بالایی رو انتخاب میکنیم، با چند تا کلیک ساده خیلی راحت میتونیم سایه به وجود بیاریم در این بخش. اگر حالا دکمه کنترل دی رو بزنم، ناحیه سلکت شده رو از بین ببرم، شما میبینید که یک سایه این قسمت برای من به وجود اومده که یه بعد بهتری رو ایجاد میکنه. دوباره بریم سراغ ابزار پالیگان، این لایه مطمئن باشید که انتخاب شده، بعد بیایم و این قسمت رو دوباره سلکت کنیم به این شکل. این ناحیه رو انتخاب میکنم، بریم سراغ ابزار براش، از بالا شروع میکنم انجام کار، چون اگه اینجا کلیک کنم این دوتا با هم ادغام میشن. ببینید دکمه کنترل دی رو بزنم و خط رو دیگه نمیبینمش. یه کنترل آلت زد برگردیم، دوباره یکی دیگه اون حذف بشه. یه مقدار از بالاتر شروع میکنم به سایه دادن که هم عمق به وجود بیاد، همین قسمت رو داشته باشیم، کلش حذف نشه. دکمه کنترل دی رو بزنم، میبینید که سایه‌مون حالا بهتر عمل میکنه. بریم سراغ ابزار پالیگان دوباره، مدام باید این کار رو انجام بدیم، قسمت‌های مختلف رو انتخاب کنیم، بیایم به این گوشه این رو انتخاب کنیم و روش کار کنیم. یه مقدار رنگ رو از این بالا من میزنم به این شکل، دکمه کنترل و دی، بعد بیایم این قسمت دوباره سلکت کنیم. همین کارها رو باید یه مقدار وقت بذارید، با آرامش اعصاب بیشتر اسکیپ کنم و این قسمت ها رو با جزئیات بهتر بتونیم رنگ کنیم. خب حالت بهتری هم به کارمون خواهیم داد. این قسمت ها رو یه مقدار سایه میدم، پایین رو هم به این شکل نمیارم خیلی روی لبه که تغییرات رو به طور کامل حذف نکنیم، از بین نبریم. این قسمت ها رو هم میخوام الان رنگ بدم، بیایم بالا. نیازی نداره که این قسمت دیگه کامل سلکت کنم، من از این بالا میتونم یه همچین حالتی رو به وجود بیارم. این قسمت پایینی رو هم به همین شکل، این قسمت رو اجازه بدیم من بگیرم که به هم ریختگی نداشته باشیم. برخی جاها دیگه یه موقع حساسه، بهتر سلکت بشن اول. خب این قسمت بالا رو میخوام انتخاب کنم به این شکل، دکمه کنترل دی رو میزنیم، این ناحیه هم حذف بشه، بریم بخش های دیگر رو همین کار انجام بدیم. اون قسمت هایی که گوشه نداره دیگه خب یه مقدار کارمون راحت تره، بدون نایه سلکت شده میتونیم یه همچین حالتی به وجود بیاریم. این قسمت رو هم همینطور میتونم چنین کاری رو انجام بدم. خب بریم سراغ قسمت های بعدی، یه مقدار بیاییم پایین تر، نواحی رو انتخاب کنم، اجازه بدین کنترل زد کلن اسکیپ بزنیم، از اول این رو انتخاب کنیم، بیارم دقیقا به این لبه. این گوشه ها رو درست بعد انتخاب کنیم دوستان عزیز، استارتش رو بزنیم، بعد بیایم دوباره کنترل دی رو بزنیم، ناحیه سلکت شده برداشته بشه، دوباره پالیگان بیایم و این قسمت ها رو هم انتخاب کنیم به این شکل، دوباره براش، ایجاد تغییرات به این حالت، دوباره میریم بالا، بالا رو هم درست میکنیم. این قسمت اینور رو نیاز نداریم که کار خاصی انجام بدیم، یعنی مثلا سلکتش کنیم، به این راحتی همیشه این کار باش انجام داد. حتی از قسمت بالا هم من میتونم شروع کنم به ایجاد یک ناحیه تاریک
و پایین اینجا رو هم میتونم یک کلیک کنم، خیلی نیازی نیست چون این قسمت زیاد ضخامت نداره، میتونیم دیگه انتخابش نکنیم، یک کلیک کنیم فقط. خب این قسمت رو هم همینطور دوباره بیایم و به این شکل انتخاب کنیم، اینجا رو هم همینطور، بیایم سراغ تی به عنوان بخش نهاییمون، این قسمت رو هم روش کار کنیم. اینجا انتخاب شدن نیاز نداره، یک کلیک میکنم به این حالت، ولی بخش های اینور رو باید یه مقدار با حوصله بیشتر روشون کار کنیم. بیام این قسمت رو انتخاب کنم، با ابزار براش سایه بدیم، پایین هم همینطور، بعد دوباره برگردیم، پالیگان رو انتخاب کنم، این قسمت ها رو اجازه بدین اسکیپ بزنم، دقیق تر انتخاب کنم، این گوشه رو به این شکل، دوباره براش، این یه مقدار از بالاتر این کار رو انجام میدم به این حالت، کنترل دی، و بیایم قسمت های پایین و بالا رو درست کنیم. دوباره از ابزار پالیگان استفاده میکنیم، این قسمت ها رو انتخاب کنم به این شکل، دکمه کنترل دی، زوایامون رو درست انتخاب کنیم و یه مقدار هم این قسمت ها رو درست کنم، این یه بخش نهاییشه به این حالت، کار رو انتخاب کنیم. خب با براش باز هم این قسمت رو انتخاب میکنم، یه کلیک هم این ور داشته باشیم، دکمه کنترل دی، کل کارمون رو تقریبا با اون حالتی که میخواستیم به بعد به وجود بیاریم درست کردیم. دابل کلیک روی هند تول، کار رو از دورتر ببینیم، کل کارمون رو در حالت نهاییش ببینیم، چه این استایلی برای ما به وجود اومد. دوستان عزیزم، حالا من میخوام بیام و یک سری تغییرات بدم برای اینکه یک مقدار کارم حرفه‌ای تر و طبیعی تر به نظر برسه. اول اینکه من میتونم بیام یه سری شکل ها و خطوطی رو روی کارم به وجود بیارم، مثلا میتونم بیام سراغ ابزار براش، این گزینه رو انتخاب کنم، یه لایه روی تکست اصلیم، نه روی سایه ای که اینجا میبینید، روی تکست اصلی یه لایه جدید به وجود میارم، این رو هم رایت کلیک، گزینه کرییت کلیپینگ ماسک که روی تصویر اصلی قرار بگیره، تکست اصلیم قرار بگیره، میام سایز این مورد رو کوچیک‌ترش میکنم، اجازه بدیم بازم کوچیک‌تر بشه به این حالت، یه رنگ فورگراوند بهتر و جذاب‌تر انتخاب کنیم که به کارمونم بیاد، البته با این حالت ها دکمه اوکی رو میزنم، رنگ سرخابی مانند به وجود بیاد، بعد شروع کنیم به کار کردن روی پویوت. البته اگر طرح و رنگ رو نمیبینید دلیل داره، باز هم دلیلش اینه که ما افکت داریم روی کارمون، رایت کلیک، گزینه کرییت، ببخشید گزینه رسترایز رو باید بزنیم، رسترایز لیر استایل رو بزنیم که استایل کارمون رو هم ادغام کنه با تکستمون. حالا اگر من بیام دوباره روی لایه بالایی باید کلیک کنم، روی این لایه پایینی نباشید، روی لایه بالایی که بهش کلیپینگ ماسک شد، و شروع کنیم با رنگ فورگراندی که انتخاب کرده بودیم، چند تا خط و خطوط به این شکل به وجود بیاریم. ببینید این موارد رو هم میتونم بیشتر گسترش بدم به این حالت، خطوط رو هر جور که خودتون مد نظرتون هستش به وجود بیارید، یه موقع کار فانتزی تر بشه به این شکل. و این لایه رو من میام دوباره، اگر انتخاب نیست انتخابش میکنم، میرم سراغ فیلترها، گزینه بلر و گزینه گاشن بلر رو انتخاب میکنم. ببینید یه همچین حالتی به وجود بیاره، یه مقدار رنگ ها رو برای من بلر کنه، روی دکمه اوکی کلیک میکنم، برای من رادیوس 10 خوبه، میتونم کم و زیادش کنم البته، اما حدود 10 برای من کافیه، دکمه اوکی رو میزنم که چنین شکلی رو برای من به وجود بیاره، ولی باید بیام بلندینگ مودش رو هم تغییر بدم. بیایم و بلندینگ مودش رو بذاریم روی مالتیپلای که یه حالت بهتر رو بده، مثلا از این مورد هم میتونیم انتخاب استفاده کنیم از گزینه لینیر، ولی بریم بذاریم روی مالتیپلای، ببینید رنگ بهتر و جذابتری به ما میده، کار قشنگتر به وجود میاد. یه لایه دیگه من این بالا میخوام به وجود بیارم، از ابزار براش باز هم استفاده کنم،
ولی براشی که سافت راوند نباشه، هارد راوند باشه، سایه نداشته باشه اطراف کارمون و سایزش رو هم میتونم بزرگتر کنم به این حالت. بیایم دکمه رایت موسمون رو بزنیم، یعنی رایت کلیک کنیم روی همین لایه، دوباره کلیپینگ ماسکش کنیم روی مورد تکس اصلیمون. این مورد هم کلیپینگ ماسک شد. میایم شروع میکنیم از بالا یه همچین طرحی رو به وجود میاریم. البته من میخوام از رنگ سفید استفاده کنم، کنترل آلت زد رو میزنم برمیگردم رنگ رو سفید میکنم. دوستان عزیزم یه مقدار طرح رو به این شکل به وجود میاریم، یه همچین استایلی رو میدیم، یه مقدار هم از پایین کار من حذف میکنم به این شکل و میام اپاسیتیشو کم میکنم، یه همچین اپاسیتی به وجود بیاد و البته بلندینگ مودش رو هم میتونیم بذاریم روی سافت لایت، بعد اپاسیتی رو اجازه بدین دوباره یه مقدار بیشتر کنن که رنگ برای من بهتر به نمایش در بیاد. چنین تغییر رو ما به وجود آوردیم تا الان، ولی باز هم کارمون باید تغییر کنه، باید حالت بهتری رو به کارمون بدیم. بیایم و یه لایه جدید به وجود بیاریم، دوباره رایت کلیک، گزینه کرییت کلیپینگ ماسک، بعد بریم سراغ براشمون و رنگ فورگراند رو من میخوام تقریبا شبیه به این رنگ ها در بیارم، زیر رنگ صورتی یه مقدار روشن‌تر به این حالت استفاده کنم. بیام و این بخش بالایی رو بهش یه رنگ بدم، اول یه رنگ میدیم البته با سافت راوند. اجازه بدیم بریم سراغ براشمون، سافت راوند رو انتخاب کنم، یه مقدارم سایز رو باز میتونم بزرگتر کنم، اجازه بدید به این شکل بیام این قسمت ها رو رنگ کنم، چنین حالتی رو به وجود میارم. بعد میایم بلندینگ مود این مورد رو هم تغییر میدیم، میتونیم بذاریم روی لینیر داج که یه مقدار سایه که البته نه روشنایی روی کارمون به وجود بیاره، یه مقدار کار رو برای ما طبیعی تر میکنه. من حتی باز هم میتونم یه مقدار این میزان و مقدارش رو بیشتر کنم، یه همچین حالتی برای من به وجود بیاره. اون قسمت بالا اگر شفافیت و روشنایی بیشتری داشته باشه خب حالت قشنگتری رو به کارم میده، ولی باز هم میخوام تغییرات دیگه‌ای به وجود بیارم، یه لایه جدید به وجود میاریم، دوباره رایت کلیک، گزینه کرییت کلیپینگ ماسک، میخوام حالا از رنگ سفید استفاده کنم. دوستان عزیز این بالا یه مقدار سفیدی اینجا باز هم به وجود بیارم، یه روشنایی زیاد، پایین هم یه مقدار تیرگی به وجود بیارم. رنگ بلک رو انتخاب میکنیم روی همین لایه بالایی، یه مقدار این پایین رو هم مشکی میکنیم. حالا اپاسیتیشو میتونم کمتر کنم که خیلی دیگه تو ذوق نزنه و اون سایه رو از بین نبره. به این حالت میتونیم کارمون رو داشته باشیم، یعنی بیفور افترش به این حالت به وجود میاد. خب من تا اینجا تقریبا اون تکستی که میخواستم به دست بیارم رو دارمش و میتونم ازش استفاده کنم، جذابیت کار هم خوبه. یه مقدار شاید اپاسیتی رو اگر کمتر کنیم بتونیم حالت بهتری رو ببینیم. بذاریم بریم دوباره سراغ همون لایه خط و خطوطی که اینجا داشتیم، یه چند تا خط دیگه اینجا به وجود بیاریم، هرچند که خیلی ممکنه به نمایش در نیاد ولی همچین رنگ قرمزی رو استفاده کنیم. اجازه بدیم این مقدار رنگ قرمز روشن‌تری رو استفاده کنیم، بیایم و این سایز رو هم کوچیک‌تر کنیم به این شکل، به این رنگ هامون یه همچین استایلی رو اضافه کنیم، در بخش های روشن البته، در بخش های تیره نه، یه همچین حالتی رو به وجود بیاریم. یه رگه‌هایی که بیشتر مشخص بشه و بتونیم این موارد رو هم در کار داشته باشیم. خب تا اینجا کارمون خوب انجام شده، بریم سراغ مابقی مواردی که باید باهاشون کار کنیم. کاری که من الان میخوام انجام بدم اینه که بیام تمام این مواردی که اینجا ایجاد کرده بودم رو تبدیلشون کنم به یه فولدر، یعنی از بعد از بک‌گراند من بیام همه این موارد رو سلکت کنم، یه کلیک اینجا دکمه شیفت رو نگه میدارم، روی بالاترین لایه هم کلیک میکنم، همه یه لایه ها با هم سلکت میشن. حالا میام روی آیکونی که این پایینه یه کلیک میکنم که یه گروه از این موارد برای من به وجود بیاره. با این همه این موارد در درس های 0 تا 100 فتوشاپ در کانال یوتیوب پورت آکادمی آشنا شدید. حالا که گروه برای من به وجود آورد، من میخوام بیام بعدم برم سراغ فیلتر کامرا رو و رنگ ها رو این موقع تغییر بدم، ولی همونطور که میبینید اینجا الان خاموشه. چه کاری میتونیم انجام بدیم برای اینکه بتونیم
کل این گروپ رو در کامرا رو درست کنیم، باید روش رایت کلیک کنیم و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو بزنیم. حالا تبدیل به اسمارت آبجکت میشه، ولی نگران نباشید، با اسمارت آبجکت هم آشنا هستید. دابل کلیک کنیم اگر روی آیکونش این پایین، این قسمتی که میبینید، اگر روی این برچسب کنار تام نیل این مورد هست دابل کلیک کنیم، اتفاقی که میفته فولدر برای ما به نمایش در میاد در یک پنجره جدید و حالا میتونیم کل کارهایی که اینجا انجام داده بودیم رو تغییراتی روش اعمال کنیم. اگر هم بخوایم تغییراتمون رو سیو کنیم یه کنترل اس میزنیم، تغییرات روی فایل اصلیمون سیو میشه، نه اینکه کلا ذخیره بشه در کامپیوترمون. حالا من اینو به عنوان یه اسمارت آبجکت اینجا دارم، بعدا میخوام بیام بهش یه سایه بدم، یه سایه کلی بدم. همین الانم البته میتونیم این کار رو انجام بدیم. دابل کلیک کنیم روی این قسمت و گزینه دراپ شادو رو اگر بزنیم، یه سایه برای ما به وجود میاره، یه بعد بهتری هم به کارمون در نهایت میده. البته من سایز رو میخوام بیشتر کنم، یه مقدار سایز رو بیشتر کنم که محو شدگی کارمون باز بیشتر اعمال بشه. بسته به خودتونه که چطور میخواید این سایه رو داشته باشید. من یه مقدارم میخوام زاویه نور رو تغییر بدم، یه همچین سایه‌ای رو به وجود بیارم. حالا اجازه بدید ببینیم اگر افکت رو نداشته باشیم با زمانی که داریم چقدر تغییر میکنه، یه حالت قشنگ‌تری رو به کارمون میده. البته من قبل از اینکه برم سراغ گزینه فیلتر کامرا رو که الان دیگه برای من فعال شده چون اسمارت آبجکت کردیم فولدرمون رو، میام سراغ بک‌گراند و میخوام یک بک‌گراند جدید به وجود بیارم. دابل کلیک میکنم روی بک‌گراندم، اول تبدیلش میکنم به یه لایه اصلی، دوباره دابل کلیک، لایر استایل برای من به نمایش در میاد. گزینه گریدینت رو انتخاب میکنم، یه گریدینت به وجود میارم. ببینید شما گرادیان های مختلفی رو میتونید به وجود بیارید. من اگر بیام روی گزینه گریدینت کلیک کنم، میتونم بیام و یک موردی رو به صورت پیش‌فرض انتخاب کنم در فولدرهای مختلفی که وجود داره، یا اینکه خودم بیام و رنگ‌ها رو در این قسمت تغییر بدم، دابل کلیک کنم روی این دستگیرهای رنگی و یه رنگی رو خودم مشخص کنم. البته در نهایت من هر رنگی رو هم انتخاب کنم، میتونم اپاسیتیش رو کم و زیاد کنم که یک حالت بهتر و قشنگتری رو به من بده. مثلا اگه من اپاسیتی رو کمتر کنم، میتونم بک‌گراند زیر رو از بین ببرم. البته به اپاسیتی میرسه، به ترانسپرنسی میرسم، به بیرنگی میرسم، مگر اینکه بیام زیر این هم یه لایه جدید با رنگ سفید به وجود بیارم که کار رو با رنگ سفید ادغام کنه. یعنی این بک‌گراندی که دارم با حالت رنگی به وجود میارم با یه بک‌گراند رنگی تلفیق بشه، ترکیب بشه. میتونم این رو هم بهتون نشون بدم. مثلا اگر من بیام اینجا یه کلیک کنم روی گزینه layer adjustment هم، میتونم بیام solid color رو انتخاب کنم، رنگش رو سفید کنم و این solid color رو بیارم drag کنم بکشم پایین اون background رنگی. حالا اگر من opacity رو کم کنم با سفید ترکیب میشه رنگم، ولی خب من اینو نمیخوام داشته باشم، میخوام کلن opacity رو بزنم روی 100%، یه همچین backgroundی رو به وجود بیارم. اجازه بدیم بریم سراغ لایه بالایی که تبدیلش کرده بودیم به smart object، بریم سراغ فیلتر. گزینه کامرا را رو هم انتخاب کنم اینجا روی کامرا رای که من خودم خیلی دوست دارم و همیشه ازش استفاده میکنم کلیک کنم. تکسی رو که اینجا داریم میخوایم یه موقع تغییرات رنگی بهش بدیم، دو تا رنگی بشه. بیایم اول از همه بریم سراغ adjustment brush، این رو انتخاب کنیم و یه براش جدید به وجود بیارم. سایزش هم خوبه، اگر خواستین سایزش رو شما میتونید بزرگتر کنید. یه مقدار اجازه بدید temperature رو کم کنم که تغییراتی که میدم اول ببینم چه اتفاقی میفته. اگر تمپرچر رو تغییر ندم، وقتی دارم درگ میکنم هیچ چیزی به من نشون نمیده، بعد میتونم تغییر بدم دوباره. بیایم یه تغییر این شکلی بدیم روی کارمون، دو رنگ میخوام بکنم کار رو، این قسمت ها رو هم بگیریم و بیام تمپرچر رو دوباره بذارم روی حالت صفر و البته بیایم پایین رنگ رو اینجا تغییر بدیم. در قسمت هیو من رنگ آبی رو میخوام انتخاب کنم. بعد همه این کارا رو میتونیم حالا تغییر بدیم. مثلا سچوریشن رو میتونم کم و زیاد کنم، یه مقدار سچوریشن رو کمترش کنیم. بعدش میتونیم بیایم سراغ قسمت‌های دیگه، میتونم بیام تمپرچر رو الان کم و زیاد کنم. میبینید تمپرچر رو اگه تغییر بدم، حالت رنگیم و مود رنگیم تغییر میکنه. میبینید دو تا رنگ دارم دیگه، تفاوت کرد. بریم دوباره توی قسمت ادیت اصلیمون، دکمه ای رو اگه بزنیم به این حالت در میاد. میریم تمپرچر رو اینجا هم میتونیم کم و زیاد کنیم. تینت و تمپرچر رو میتونم کم و زیاد کنم. بیایم اکسپوژر رو هم همینطور یه مقدار بهش شفافیت میتونیم بدیم، تیرگی و شفافیتش رو کم و زیاد کنیم.
اجازه بدین ساتوریشن رو یه مقدار کمتر کنم، نریم به سمت چپ به طور کامل، چون اگه این کار رو بکنیم ببینید رنگ سیاه و سفید میشه. یه مقدار میخوام تمپرچر رو کمترش کنم که با بک‌گراند فرق داشته باشه. روی دکمه اوکی اگر کلیک کنم تغییرات به این شکلی که میبینید برای من به وجود میاد. این حالتی بود که من باید به وجود میآوردم، این حالت سه بعدی و آب نباتی که در از شکل میگیره روی تکست رو. میخواستیم افکتش رو با هم کار کنیم، این استایلش رو با هم انجام بدیم، یه پروژه‌ای که از صفر تا صد به نهایت برسونیمش. حالت قشنگ و جذابی میگیره، شما میتونید روی تکست خودتون با بک‌گراند و حالت‌ها و رنگ‌های خودتون این کار رو انجام بدید. مرسی دوستان عزیزم، ممنونم از همراهیتون با کانال یوتیوب پویت آکادمی. مرسی که ویدیو رو با ما همراه بودید. باز هم مثل همیشه ازتون درخواست میکنم اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً ویدیو لایک کنید، اگه در کانال سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید، منتظر کامنتاتون هستم و همیشه ازتون تشکر میکنم که برای من کامنت میذارید و همراه کانال یوتیوب پویت آکادمی هستید. ممنونم، در ویدیو بعدی هم همراه شما خواهم بود. موفق باشید.